ساکنان یک جزیره تاریخی در خارج از داکار پایتخت کشور آفریقایی سنگال برای مرمت و بازسازی تنها مسجدشان درخواست کمک کردند ساکنان جزیره تاریخی و کوچک گوره منطقه 19 داکار برای بازسازی تنها مسجدشان از یک کمپین جهانی کمک به ساخت مساجد درخواست کردند تنها مسجد جزیره حفاظت شده یونسکو در کنار داکار در سال 1825 ساخته شده و یکی از قدیمی ترین بناهای این کشور و تنها مکان عبادی جزیره است داستان مسجد از آنجا شروع شد که یک محلی مسیحی به نام سیلمان نگوم خانه نوساز خود در دسترس مسلمانان که جامعه کوچکی در آن زمان در جزیره داشتند قرار داد در دوره آفریقای غربی فرانسه و چندین قرن تجارت برده در اقیانوس اطلس حدود چهل سال طول کشید تا معدود مسلمانان این جزیره بتوانند ساختمان را از یک کلبه به مسجد تبدیل کنند ساختمان ویران شده تقویت شده با سنگ های بازالت آتش فشانی در سال 1892 رسما برای عبادت افتتاح شد اگرچه این مسجد با ظرفیت نزدیک به 100 نفر به دلیل فرسایش ساحل در معرض خطر فروپاشی بود اما به لطف دیوار سنگی ساخته شده توسط مردم به عنوان یک راه حل موقتی توانه زنده بماند با این حال ساکنان میخواهند که مسجد را مرمت کنند و در این حال میگویند که این مسجد برای تأمین نیازهای مسلمانان محلی کافی نیست آگوستین سنگور شهردار گوره همچنین اشاره کرد که این مسجد دیگر نمیتواند در برابر فرسایش ساحل مقاومت کند و درخواست کمک نمود گفته می شود سه چهارم جمعیت 1800 نفری این جزیره را مسلمانان تشکیل می دهند